آیسین باز کن. به افتخار ورود اتابک خان آقا سلامت پایین خوش اومدی آقا. آقا بریم بالا ببینیم چه خبره. برو دیگه آقا. آقا بودا دیگه بچی آقا بیدار شد هرشی هم آقا. آقا چی شده؟ بیهوشه. بیهوشه؟ بچی مرده که خرم بالا مثل مهمون باید دست من نگاه کن. برو یه دکتر بردی بیا. سر درمی آقا یه لحظه چشاتو با کن آقا. آقا یه تکونش بده دوتا بزن تو گوشش به هوش میاد. آقا نمیره اینجا. بهت گفتم میرم آشغال میاری داخل. چشما حالش چطور دکتر؟ بد نیست. علائم حیاتیش خیلی بهتره. حالش خوب میشه. مشکلی که پیش نمیاد. نه، خیلی راحت میشم. حالا یه چیزی برای آقا بگی حالش خوب بیاد. برای خودمونم یه چیزی بگی بخوریم. دکترم بر برسون. چشما قصر. دکتر، حواست باشه. بلایی سرش بیاد، میام بالا سرت. خیلی راحت باشم. شنیدم تو رینگ خوب میزنی در معنور سرویس میکنی. آفرین. خوشم اومد. چرا اتابک خان ارسلان رو خودش نیاورده اینجا؟ تو رو بسیار آورده. ارسلان که مثل پسرش بود، همه جا همراهش بود. تو اینجا چیکار میکنی؟ چه لال شدی منو اینجوری نگاه میکنی؟ تو ماشین که خوب آقا آقا میکردی، به ما رسیدی دیگه حرف نمیزنی؟ جوان آده اینجا کجاست؟ بهترین آقا. چی شده؟ بچه نرو. بله آقا. دخترم. دخترتون جاش امنه، خیالتون راحت. پشت تلفن که بهتون گفتم دستونو میذاریم تو دستش، نگران نباشیم. ولی آقا یه خبر بد میخوام بهتون بدم. نمیدونم چجوری بگم. خب بگو. این راننده یه خیالاتی داشته، مثل که میخواستن زبونم لال شما رو بکشن. تمام منفذه ماشین رو بسته بودن،
میگفت که شاهین بهش پول داده که شما رو بکشه. مطمئنی؟ بچه‌ها زدن دهن جفتشون رو سرویس کردن. یکیشون بیهوشه. اون یکی میتونه حرف بزنه. میخوای بگم بیاد اینجا اعتراف کنه؟ از کجا فهمیدی؟ خودش که اینجوری میگفت. بچه ازشون اعتراف گرفتن. بگو بیارنش تو. متین! بله آقا. ما هم از این بیار داخل. دکترم بفرست خودش بره. پس مطمئنی؟ نمیدونم آقا، خودش که اینجوری میگفت. ولی خودش میاد براتون توضیح میده. تکون بده تن لشا دیگه. آره بابا تن. بشونش. اتمرک. ببینم. راسته که شاهین به تو پول داده بود. لیلا، باورت میشه بردی قاتل باشه؟ معلومه که نه. چه بلایی داره سرمون میاد؟ نمیدونم، به خدا منم سردر نمیارم. از وقتی که این سرورا هک شده همه چی به هم ریخته. ما با یه تیم حرفه‌ای طرفیم، نه هکرای معمولی. من فکر میکنم براش پاپوش درست کردم. گیریم که براش پاپوش درست کردم. این وسط یه نفر به قتل رسیده، میفهمی؟ آره میفهمم. بعضی موقع میشینم فکر میکنم اگه منو تو جای پدرام و نگار بودیم میخواستیم چی کار کنیم. بابا این وسط هیچ چیزی معلوم نیستش. اصلا از کجا معلوم اون دو نفر دستشون با اونا تو یه کاسه نباشه؟ منو تو این وسط هیچ چی نمیدونیم. خودت خوب میدونی. بردی مثل داداشمه. هر کاری از دستم بر بیاد به دیده منت براش انجام میدم. تا زمانی که برای تو و خانواده‌ام اتفاقی نیفته. ما باید همه چی رو به پلیس میگفتیم. ما هر چی میدونستیم باید میرفتیم به پلیس میگفتیم. اشتباه کردیم. نمیدونم. من پای منتظرم. الان که نمیتونم، باید برم دفتر. باشه، بعد دفتر باید هماهنگ میکنم. نه بابا نمیتونم الان بیام اونجا. ببین پشت خطی دارم. آره، خداحافظ. خداحافظ جانم. ماما کدوم قرصه؟ باشه باشه، همین الان یه داروخانه پیدا میکنم، ولی شب برات میتونم بیارم، اشکال نداره؟ خیلی خوب. باش باش. خدا باورم نمیشه. بیچاره ترمن. بیچاره من، بیچاره تو. هممون گرفتار شدیم. شوخی نیست. یه نفر دیگه مجرم شده. تو ترسیدی؟ لیلا به جرم قتل دستگیر شده. قتل همکاری که تا چند روز پیش توی اتاق با ما بود. تو به جای اینکه به فکر این باشی یه کمکی پیدا کنی زودتر تکلیف بردیا مشخص بشه، خودت داری اونو محکومش میکنی. پیام،
ما یه خانواده ایم، داریم کار میکنیم، داریم با هم زندگی میکنیم. الان واقعا وقتش نیست تنهاش بذاریم. من نمیدونم چرا تو این شرکت هر روز ما باید سورپرایز بشیم. حالا من دارم شرکت پیاده کن، برو ببین میتونی برای بردیا کاری کنی. باشه. آخه مامان الان تو این شرایط من باید نگران شما باشم یا بردیا؟ به خود زشته تو این سن و سال، خجالت داره. نه نمیخوام چیزی بشنوم. خدافظ. خسته شدم دیگه، بریدم. چیه بابا؟ چرا ناامید حرف میزنی دوباره؟ نمیبینه وضعیتو؟ یکم آروم باش، خوب باش، همه چی درست میشه. لیلی چی میگی؟ بردیا رو به جرم قتل بازداشت کردن، میفهمی؟ تو چی فکر میکنی؟ بردیا قاتله؟ نه نیست، ولی الان همه چی علیهشه. درست میشه، علکی اینجوری فکر نکنه. سلام خانمانی. سلام. ببخشید معطل شدید. خواهش میکنم. نگران نباشید، من با افسر پرونده صحبت کردم، با قطعیت به هیچ اتفاقی نرسیدم. ممنون، لطف کردی. راستی پیام، من امشب میرم خونه ترمه تنها نباشه. باشه، کار خوب میکنی. اتفاقا ترم خانمان تنها نباشه بهتر. منم میرم کلمه تری ببینم میتونم کاری برای بردیا بکنم. ممنون. خدافز شما. خدافز. گوشیت چرا خاموشه؟ در دسترس نیست، اینترنتت هم قطع کردی. کجای دو روزه؟ گفتم اشتباه کردم، غلط کردم، اومدم جبران کنم دیگه، چه بحثیه؟ بابا یه قرار حضوری بذار، اینجوری که نمیشه با هم درست صحبت کنیم. اصلا چرا اصلا به این فکر کردی من چرا باید بیام ببینم؟ خب برای همین میگم یه قرار حضوری بذار با هم صحبت کنیم. کجا؟ کی؟ کجا بیام؟ بیام خونه منتظری؟ خونه چجوری بیام من؟ آه، داریوش نیست. باشه، میام زود میبینم. قربونت، خداحافظ. الان قشنگ شد. رفیق یه شیرموز بده، یه معجونم بده ببریم. الو. بله سلام، من همین الان رسیدم دم در خونم. تو ترافیک موندم، چی شده مگه؟ یعنی چی داریوش اومده الان زودتر میگه؟ حالا چی کار کنم من؟ دست درد نکنم. خواهش میکنم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. کیفمو زدن، پول همراه نیست. میگم بچه ها از بالا برات بیارن. اگه میشه واریز کنید به این شما میکنم. حالا اگه رفتی و واریز نکردم چی؟ حلالت باشه. سلام. یه 50 تومن بریز به این شماره کارت، خودم بعدم بهت میدم. چیزی شده؟ کاری داری؟
الان برای تعریف میکنم چی شده. من اتفاقی افتاده؟ آتنا برو بیرون. عزیز من 100 مرتبه بهت گفتم انقدر نگران نباش، آرمان تو نخ من نیست. این چه طرز حرف زدنه؟ اومدم ببینم کمک لازم داری یا نه. لازم نکرده. بیایش میبینم چی شده. ریکوردر و مموریم تو کیفم بود، یه موتوری ازم زد. تو دادگاهش هم صدا و مدرک نیست. خودتو نگران نکن. اتفاقی که افتاده. تو داری چی کار میکنی ماهور؟ من چی کار میکنم؟ دارم برای پیج شما خوراک آماده میکنم. حالا کی بود؟ چه میدونم کی بود؟ فقط هر کی بود بعد موقعی رو واسه دزدیدن کیف من انتخاب کرد. چرا به پلیس زنگ نزدی؟ عزیز من وقت این کارا رو ندارم. ماهور درست حرف نمیزنی. پیداش کردم. علی ایرانه، تو یکی از عکس ها دیدمش، ولی چه فایده؟ الان دیگه هیچ مدرکی ندارم. ماهور بس کن دیگه، دوباره ما رو تو دردسر ننداز. پلمپ این خراب شده رو تازه باز کردین. علی چی میگه این وسط؟ تو دنبال کار علی یا دنبال کار پیج ما؟ من که دارم کارمو درست انجام میدم، حالا در کنارش زندگی خصوصی خودم هم دنبال میکنم، این اشکالی داره؟ فرار کن کچه علی. خوشتاس. فرار کن. خوشتاس. فرار کن. آه. بایست. ببین. سلام شاهین خان. کجاست این راما گوشی رو جواب نمیده؟ همون آقا زیرت میشه. تکلیف این سرورا چی شد؟ اون رو که طبق دستور خودتون همونجوری که ستیجان با کمک اون دوتا چرد روز بهش نفوذ کردن همونجوری پیش درش پایین خوبه در افسرا آقا بردیاری که ستیجان پرستاد دنبال نخوصی ها سر و تاشو هم بیارید دیگه در افسرا من راستش سردن نمیارم ستیجان میگفت اسکریپ اسکریپ چیه بازش کردم چهار تا کد بهش دادن همونجوری هم ثبتش کردم میشه بده بهش شاهین. الو شاهین. تو معلوم از کدوم گوری هستی راما؟ تو هنوز بلد نیستی با من درست صحبت کنی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ راما چی داری میگی؟ عطابک هنوز زنده است. غلط کرده. مگه اون راننده قرار نبود بره؟ آره. 7 جون داره راما. به زودی هم حساب خودشو همون نوچه احمقش که اومد ما رو غافلگیر کرد زد رفت و میرسه. خیالت تخت. من این حرفا حالیم نمیشه. کلکشو بکنی زودتر میرم بالا سرش اون یکی چی شد؟ خیالت تخنقه هرس نخور میدونی باید چی کار کنی دیگه میرم بالا سرش فقط تنها برو راما آره میدونم تنهایی باشه بریز باقیشو رو هم خوابت نمیبره؟ عادت دارم شبو بهتر میشه فکر کرد تو چرا نخوابی؟ فهم کنی آدمی تو وضعیت من میتونه بخوابه بی بشی تو که باید عادت کرده باشی اگه منظورت آتش‌سوزی خونه عطابکی که اون اصلا عمدی نبود یعنی با اون اصلا مشکلی نداری؟ یه جوری حرف میزنی انگار خودت پاکه با وکیلم صحبت کردم داستان خروج از کشور امکان نداره باید واسه پلیس مخرز شه که زنت کشته شده یعنی چی؟ یعنی آدرس هر خراب شده ای که چالش گریری باید بدی پلیس اونجایی که پا خود من هم گیره یالوارا که یالوارا سورکلی رکبانه دونه جک
merak etme. Her şey yoluna gider. چجوری از دفتر خارجش کردی؟ کسی چیزی ندید؟ با چمه دو. نه کسی چیزی ندیده. ولی دوربینا گرفتن که اومده تو دفتر رو بیرون نرفته. باید ثابت کنیم یکی دیگه زنتو کشته. اینجوری هم اموالش میرسه به تنها وارثش. خب اینجوری که پلیس به گرده تش میرسه به من که هیچ راه دیگه ای نیست. شاید بشه این دوربینا رو دستکاری کرد ها؟ امکان نداره. بالاخره باید تاوانی یکی از قتلی که کردی بدی یا نه؟ شوخی کردم. اگر رو نباش راستش میکنی. جایی بچه به مخ بیا بیرون گفتیم نمیتونم پیدات کنم بیا ببین چجوری پیدات کردم گفتی میخوام مثل بختک بیفتم رو زندگیت حالا خود بختک اومده پیشت میخواد باید کمی شوخی کنه بیا بیرون بیا نترس میخوام کمی شاخ بازی در بیارم میخوام ببینم میتونی شوخ رومانی بشکنی یا فقط جستشو میای حرفشو میزنی نمیای بیرون مردش نیستی کجاست کیو میخواد شما تو نمیدونی من کیو میخوام رفتن لبه مرز گوشی کجاست؟ رمز آقا بفرمایید شمارش سلطان سیوش کرده سلطان؟ آره سلطان این دربون سگدونی هم نیست همین شما هستین که شاخش کردین مگه بهت نمیگم بزن کنار میخوام برم دستشویی نمیفهمی تو دارم منفجر میشم الان میام چی میگی تو انقدر تماس میگیری؟ چه وقت زنگ زدن الان؟ نمیبینی کار دارم؟ من موندم که تو چی داری که این خر بی پارون بهت میگه سلطان؟ سلطان کجایی تو؟ شیر خرمه تو چه جیگری داشتی
رفتی تو قلم رو نه؟ جیگر دارم، خوبشم دارم. جرأت داری پاچو به اینجا تا طویلت آتیش نزدم؟ آفرین، خوشم اومد. میام، زودم میام، با رفیقتم میام. به به، برزو خان. به به به، میبینم که لاشخوره همه با یه سفرم. بالاخره وقتش رسید که حسابامو باهات صاف کنم. پس زیر سر تو این داستان یه چیزی بگو که بهت بیاد. میخوام آتیشی بهت بزنم که هر روز شبت جهنم آرزود باشه. حالا نگاه کن ببین کی آتیش میزنه. همین الان جلوی چشت ببین کی آتیشی بپا میکنم. برو برو اون مزرعه ببینم. چشم آقا هرچه تکو نمیخوری ها. بپاش همه جا، بپاش بپاش و همه چی اونجا اینجا. نگاه کن نگاه کن نگاه کن آنها بقیه شو این پسره از سر تا پاش. تکون نخور. ببین خوب نگاه کن، دارن درمونت هم آتیش میزن. تکون نخور. فقط چارنل بیا تا اینجا خاک سر نشده. بکن نخور. تا برسی قبرت هم کنده است. قد کرد مرد که خوار. آقا این دیگه خیلی پررو شده، وقتشه بریم ترتیبشو بدیم. به موقعش. بشین بریم. بلش کنین بیان بریم. ببینم تو خودتو میزنی به لالیل یا واقعا لالی؟ چرا حرف نمیزنی دو کلمه؟ دلمون گرفت. نه زبون داره، به موقعش باز میکنم. کاش این دوتا عقب افتاده بودن حداقل چهار تا جوجه کباب میزدیم. آخ آخ گفتی. به افتخار ورود اتابک خان به تهران و لالی. خودشون تماس گرفتن. بله باشه، سریع اونجا رو جمع جور کنیم بیاین اینجا. خداحافظ. آقا من زندگی اینو با آتیش میکشم، این عوضی رفته همه زندگی منو به هم ریخته. لازم نکرده تو کاسه داکتر از آش بشی. نیاز به آتیش بود من خودم هستم آتیش بزی رو بندازم. اینجوری که نمیشه، این باید بدونه الان دور داره ماست. اونو خودم به وقتش زیرخمشو میگیرم و خاکش میکنم. الان اگه بزنیم ناکارش بکنیم نمیتونیم دخترم از چنگش در بیاریم. چی میشه؟ من میفتم زندان، این همون پرونده دارم. پرونده چی؟ خیلی داری فضولی میکنی ها. سرت به کار خودت باشه دیگه.
چقدر حرف اضافه میزنی؟ ولی اینجوری نمیشه آقا. این فکر میکنه هنوز گندلاته. اول باید آمار دخترمو بگیریم. من باید اونو ببینم. اون باید منو ببینه. باید بفهمه که اون مردی که سالهاست داره بهش میگه پدر، قاتل مادرشه. بفهمه که پدر واقعیش کیه. من پدرشم، نه اون برزوی نسناس. این که حله. ردیفش میکنم. ولی شما باید یه قولی به من بدی آقا. بعد اینکه تمام این مسائل تموم شد، این آدمو بدی دست من ادبش کنم. بفهمه الان دنیا دست کیه. باشه. 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 آلو نمیخوری؟ اومدن زدن، ترکوندن، همه چی رو ریختن به هم، هیچ غلطی نتونستی بکنی. بابا یه مش لاشخور بودن، یه دفعه ریختن تو نفهمم چجوری منفریم کردن. چیه بابا؟ من شما خودمون لاشخوری. اصلا در رو برای چی باز کردی روشون؟ من تو حال خودم نبودم. اینقدر سر من غر نزن. بابا گفتم وقتی من اینجا نیستم نخوردی سر. نخوردی سر. تو که بودی شلوار پاتم در می آوردن. بعدت بیاد بابا، بعدت بیاد. آقا بیاد اینجا ببین چی کارت میکنه. اصلا برای چی اومده بودن اینجا؟ چی میخواستن؟ من چه میدونم. اومد منو زد، سرویسم کردن، بعد اومدن اینجا رو من بنزین ریختن. چی داری میگی؟ فقط قول بزنید شما. اونو که تاتوشو در میاریم. آقا بیاد اینجا نمیدونم چه بلایی سرت بیاره، نمیدونم.